در برنامه های قبل درباره استرس و استراب صحبت کردیم و گفتیم که وقتی ما استرس رو داریم تجربه میکنیم طبیعی هست و توی این فضا یا توی این قسمت میتونیم اینا رو مدیریت بکنیم. جایی میتونه باعث ناراحتی ما بشه که توی این دو لبه قرار بگیره و ما رو به فضای استراب یا افسردگی پرتاب بکنه، که برای اینکه این اتفاق نیفته پیشنهاد کردم که روش‌هایی رو استفاده بکنین ازش. امروز میخوام روش‌های دیگه‌ای رو بهتون پیشنهاد بدم و این روش‌ها مرتبط هست به استفاده از یکی از عصب‌هایی که مغز ما رو به بدن ما میتونه وصل بکنه و مسئول کارهای اتوماتیک بدن ما هست، مثل ضربان قلبمون رو تنظیم میکنه. پس ما میدونیم یکی از چیزهایی که توی استرس اتفاق میفته اینه که ما ضربان قلبمون بالا میره. اگر بتونیم مدیریتش بکنیم، اگر بتونیم این قسمت رو مدیریت بکنیم، ضربان قلب پایین میاد یا تنفسمون آروم میشه و همه اینها مربوط میشه به عصبی که اسمش هست ویگس نرو. و این عصب از مغز ما میاد تا درون شکم ما و قسمت هایی که اندام های داخلی ما هستن. این عصب مسئول قسمت یا سیستم پاراسیمپاتیک ما هستش، همون چیزهایی که گفتم، مثل قلب، مثل تنفس، مثل گوارش. در نتیجه اگر ما بتونیم این عصب رو تحریک بکنیم، میتونیم در واقع سیستم پاراسیمپاتیکمون رو تحریک بکنیم و آرامش بیشتری رو داشته باشیم. و نکته خیلی جالب اینه که دکمه تحریک این عصب در درون شکم ما گذاشته شده. به عبارت دیگه، البته من دارم از استعاره استفاده میکنم، به عبارت دیگه ما میتونیم با تنفسمون این عصب رو تحریک بکنیم و بتونیم بعد از گذشت خیلی کوتاه، حدود 45 ثانیه، آرامش رو تجربه بکنیم. پیشنهادی که براتون دارم این هستش که اول نگاه کنید ببینید اگر مشکلی برای تنفس دارید یا ناراحتی خاصی رو دارین تجربه میکنید، حتما با پزشکتون صحبت بکنید و اجازه بگیرید برای اینکه استفاده کنید از این روش. اگه نه، با من همراه باشید. در مورد تنفس، تنفس شکمی به ما میتونه کمک بکنه که این کار رو انجام بدیم، یعنی ویگس نرومون رو تحریک کنیم. تنفس شکمی یعنی اینکه از دیافراگم، شکممون، یه دستتون رو پیشنهاد میکنم بذارین روی شکمتون و یک دستتون رو بذارین روی قفسه سینه‌تون و معمولی تنفس کنین. در بیشتر موارد میبینیم که ما قفسه سینه‌مون هست که تکون میخوره، اما در تنفس شکمی شکم ما هست که میاد جلو و در بازگشت وقتی شکم خالی میشه یا میچسبه به پشت، نروی که اینجا هست، فکر کنید اگر این ویگس نرو ما باشه که از مغز ما اومده و به درون شکم ما وارد شده، ما با تنفسی که میکنیم با دم شکم باد میشه، با بازدم وقتی که میچسبه به پشت یک فشار آرومی رو روی این ویگس نرو میاریم که این باعث میشه پیامی رو به مغز بده که میگه الان موقعیت آرومه و میره تو فضای آرامش. میخوام برگردم به صحبتهای قبلی. یادتونه، اگر ندیدین لطفاً بریم ویدیوهای قبلی رو ببینید، یادتونه صحبت کردیم در مورد این که در درون مغز ما یک قسمتی هست، بادومی شکل، که مسئول این هست که ما رو از خطر محافظت کنه، حتی خطرهای فرضی. یعنی هر وقت احساس میکنه که یه خطری هست، یا ما فرار میکنیم یا دعوا میکنیم یا گوشه‌گیری میکنیم یا فریز میشیم. و این کی فعال میشه؟ زمانی که قسمت جلویی مغز ما فعال شده، یعنی احساساتی که ما نمیتونیم یا خیلی زیاد هستن و نتونستیم مدیریتش کنیم، این باعث فعال شدن این بخش میشه.
به همون ترتیب میخوام بهتون بگم این تحریک کردن ویگس نرف اتفاقا میتونه اون بخش میانی بادومی شکل میانی کوچولوی وسط مغز ما رو که مسئول محافظت ما از خطرات هست آروم کنه، چون در واقع ما با تنفس شکمی به مغزمون داریم پیغام میدیم از طریق این عصبمون که همه چی آرومه و ما آروم میگیریم، قلبمون کم کم آروم میشه، تنفسمون کم کم آروم میشه، معدمون کم کم آروم میشه. اگر شما جزو کسانی هستید که وقتی عصبی میشید یا استرس دارید شکمتون به سر و صدا میفته یا اسید معدتون ترشح میشه، یه دلیلش اینه. این روش خیلی میتونه بهتون کمک کنه تا خودتون رو آروم کنید و وقتی خودتون رو آروم کردید میتونید روی قسمت‌های مهمتر یا تصمیمات بزرگتر نگاه بهتری داشته باشید. با هم تمرین میکنیم. یکی از دستاتون رو روی شکمتون بذارید و یه دستتون رو روی قفسه سینه. سعی کنید وقتی این تنفس رو میخواین انجام بدین دستی که رو قفسه سینه است تکون نخوره. برعکس دستی که روی شکم هست میاد جلو و بعد برمیگردونید، خالی میشه و دست تا جایی که میشه میره عقب و یک بار دیگه دم و باز دم و باز دم. وقتی شما دم رو انجام میدین و شکمتون قشنگ باد میکنه و میاد جلو، همون جایی هستش که ریه‌هاتون کامل اکسیژن میگیرن. پس یه بار دیگه انجام میدیم، دم و با باز دم و جمع کردن شکممون به داخل، در واقع اون عصب رو ویگس نرف رو داریم تحریک میکنیم خیلی به آرومی و این پیغام رو میده به مغزمون و بعد از مدتی آروم میشیم. حتی ممکنه احساس خواب‌آلودگی بکنید. یکی دیگه از روش هایی که میتونید ویگس نرف رو تحریک بکنید این هست که آواز بخونید. آواز خوندن یکی از این هاست، چون وقتی شما آواز میخونید دارین تنفس شکمی میکنید. پس تنفس شکمی رو تمرین کنید. اما یادتون باشه این تمرین علاوه بر اینکه گفتم با پزشکتون مشورت بکنید، حتما باید مداوم باشه، یعنی تمرین روزانه است. حداقل روزی 5-6 دقیقه رو بذارید برای این کار. حتی 3-4 بار در روز 5 دقیقه رو بذارید. توی مواردی که استرستون خیلی بالاتر هست، میتونید از روش‌های دیگه کمک بگیرید. همین تنفس شکمی رو انجام بدین ولی به شکل‌های دیگه. مثلا اگه اینجا نشستید میتونید مثلا دستتون رو ببرین بالا و همزمان دم. و همزمان شکم هم پر شد. و بازدم این میاد پایین و این کار رو تکرار کنید. اما یادتون باشه تمرین و تداوم این کلیدش هست که شما بتونید ویگس نروتون رو مدیریت کنید و ازش استفاده کنید، از این دکمهی که توی بدن شما گذاشته شده برای اینکه اگه فشارش بدین میتونید خودتون رو ریلکس کنید، آروم کنید، استفاده کنید تا بتونید استرستون رو مدیریت کنید تا از این دو لبه پرتاب نشه به فضای استراب یا افسردگی. میتونید برش گردونید به همون جایی که میتونید مدیریتش کنید و هر چقدر بیشتر این کارو کنید تهتون باشه که این فضا بزرگتر میشه. از راه های دیگه که میتونید ویگس نروتون رو فعال بکنید، فرو کردن صورتتون تو آب سرد هست. یه کاسه آب یخ درست کنید و صورتتون به شکلی که پیشونیتون، بینیتون و چونتون توی آب باشه توی آب بذارید، برای چند ثانیه نگه دارید، بعد سرتون رو بیارید بالا. میتونید چند ثانیه نفس بکشید و دوباره برای چند ثانیه توی آب سرد بذارید. به این ترتیب هم شما میتونید دوباره اون آرامش رو برگردونید به بدنتون، چون دارین عصبتون رو، عصب ویگس نروتون رو دارین فعال میکنید. و یک راه دیگه دعاهای دست جمعی هست یا چنت کردن هستش. وقتی که دور هم هستید و یک آوایی رو با هم دیگه دارین تکرار میکنید، اون هم جزو چیزهایی هست که میتونه این بخش رو فعال کنه و استرستون رو کاهش بده.
beseech thee, I beseech thee, to make my prayer effective.